این ایندگان و هموطنان عزیز، سلام و درود، وقت شما بخیر. موشیدایان فرمانده عمومی ارتش اسرائیل یک وقت گفته بود که انتخاب زندگی ما فقط گرفتن شمشیر به دست در شب و روز است، یعنی همیشه باید شمشیر به دستت باشه. یه از رهبرای اسرائیل. خب دهی تو یک انتخاب چه نوع انتخاب است؟ خب انتخاب های زندگی است. ملت ها و طوایف انتخاب های ویژه خود دارند. برای چی؟ برای بقا. خب نقطه مقابل موشیدایان فلسطین است. اینمی رهبر فعلی حماس که در زیرزمینی های غزه جنگ رهبری میکنه، در زندان اسرائیل 22 سال تمام نقشه نابودی اسرائیل کشیده. خب یه میگه انتخاب است، انتخاب موشیدایان خوب رقم بود. چی ای چیزات از چی تنش و انتخاب های نامطلوب که یک زندگی همه را تلخ میکنه از چی است؟ از فقدان توازن. وقتی که توازن در زندگی انسان برهم میخوره، برهم زده میشه، بنان خشونت به یک امر مطلوب تبدیل میشه. خب بر راه نجات دیگه. شما تصور بکنید نتانیاهو پیش از چند روز، پیش از حمله حماس در 7 اکتبر، در سازمان ملل متحد یک نقشه را نشان داد، گفت ما مسئله را خلاص کردیم. یعنی نقشه است، هیچ فلسطینی وجود نداشت. گفت فلسطین در کل جهان 2% است، در جهان عرب البته. خب اینجاست که انتخاب ها فرق میکنه. پس شما حماس باشین، انتخابتان چی است؟ یک نویسنده اسرائیلی است، در این حال سردبیر روزنامه چپگرای هارتس است، به نام آلوف بن، در نشریه امریکایی فارن آفیرز و نکات مهم روشنی انداخته که من اون نکات خدمت شما شرح میدم. در اوایل 1956 موشیدایان فرمانده ارشد یک چشم اسرائیل، یک چشمش کور بود، ای آدم در حال رانندگی به سوی یک مجتمع یهودی تازه تأسیس که به کیبوتس میگن خودشان، در مرز جنوبی باریکی غزه مطرف موتر میران تا در مراسم تشییع جنازه روی روتبرگ، یک جوان 21 ساله که صبح هم روز قبل هم وقت در حال گشت زنی توسط فلسطینی ها کشته شده بود، شرکت بکنه و فاتحه می رفت. فلسطینی ها چی کرده بودن؟ او روی رودبرگ کشته بودن، قطع قطع کرده بودن، چشماش کشیده بودن. درست؟ چرا؟ موشیدایان خودش میگه، میگه بیاین قاتلان رودبرگ سرزنش نکنیم. 8 سال است که اینها، یعنی فلسطینی ها، در اردوگاه های پناهندگان در غزه زندگی دارن. ما در برابر چشمای یعنی خودشان زمین ها و روستاهایی که اونا ملکیت پدری خود می دانستن وارا گرفتیم، به املاک خود تبدیل کردیم. بینین یعنی تو یک تراژدی است اونجا جنگ. موشیدایان بر روز نکبت، یعنی نکبت فاجعه را میگه در عرب، در سال 1948 وقتی که اکثریت عرب های فلسطینی آواره شدن، یعنی رانده شدن از سرزمین هایشان، او روز یوم نکبت میگن. این میدایان به مو یوم نکبت اشاره کرد که به زور همه به باریکی غزه که امینجا سال جنگ جریان دارد رانده شده بودن. این مردم از سرزمین های اصلی خود دو طرف اسرائیل کال شهرک نشین های یهودی است، سابق زمین های اینها بود، ملک پدری و اجدادی ساکنان غزه بود. اینا را زدن، گریختاندن، تاراندن، به غزه آوردن که حالا میبینیم تا غزه همینجا هم نمیمونه. عزیزی هم میگه براین. خب خود موشیدایان در 1950 جامعه فلسطینی باقی مانده در شهر مرزی المجدل را که حال اکثرش
اسرائیلی های اما اشکلون است آواره کرد. خود دایان اما شهر مرزی المجدل کاملا تخلیه کرد، کل را کشید، فراری داد، اخراج کرد. حال شهر اشکلون است که میگه خب خود دایان میگه که بیاین از مشاهده نفرتی که بر زندگی صدها هزار عرب حاکم شده منفعل و بازداشته نشویم. یعنی خود ای تو تفره نرویم، نادیده نگیریم، این انتخاب زندگی ماست که ما کردیم، آماده و مسلح، قوی و مصمم باشیم، مبادا شمشیر از دست ما بیفته و نفسهای ما قطع شود. خو این زندگی است. خود موشیدایان به این شکل میگه، میگه این انتخاب زندگی ماست. چرا؟ ای چرا به اندازه 100 کتاب محتاج تحقیقات و جواب نویسی است که اینجا جایش نیست. خب بالاخره میایم روز 7 اکتبر 2023. خب هشدار قدیمی موشیدایان و خونین ترین شکل ممکن به وقوع نپیوست. اینمی یحیی سنوار کال رهبر نظامی حماس است، از اونمو شهر المجدل به وسیله موشیدایان آواره شده بودن، کوچک بود، خرد، رفته بود مادر پدرش کشیده بودن، زده بودن به غزه، اینال به یک رهبر قهار علی اسرائیل تبدیل شده. ببینید قوانین زندگی را. 7 اکتبر بدترین فاجعه در تاریخ اسرائیل بود، اما ای آخرینش نیست. در شرایطی که خلبانان اسرائیلی بم رها میکنند بالای سر مردم فلسطین و ای خصومتی که مرتب به اصطلاح لایه در لایه ای تو زخیم شده میره، مگر اسرائیلی ها در این رابطه بازاندیشی میکنن؟ نکردن. ما که میبینیم چیزی به نام بازاندیشی وجود نداره. نتانیاهو صراحتا وعده میده حماس را نابود میکنیم، اما فراتر از نیروی نظامی هیچ راهبردی برای از بین بردن اینمی گروه، اینمی حماس نداره. خب تو که نابود میکنی اسلحه داری؟ بله او هم اسلحه داره. او فقط به خاطر مرگ و زندگی خود می جنگه، اما تو تنها به خاطر زندگی می جنگی. می بینیم چرا در اسرائیل اسرائیلیا یک راه حل معقول و معتدل در پیش نگرفتن. چرا؟ یک چرای تاریخی است. ایره خودشان جواب بدن. ناکامی نتانیاهو آله یک تصادف نیست. یادم فاقد مصلحت سنجی سیاسی است که برای بقای و سلام و ائتلاف دست راستی ها ضرورت دارد. آیا شما نتانیاهو را آیندهش در کجا میبینید؟ شخصا خود ما آینده زیر در دادگاه میبینم. یعنی یادم باشه. خب حالا به مردم خود قول داده که بدون صلح ما شما را به پیشرفت و آرامی و سعادت میرسانم. بدون صلح. ببینید این گپ نامتناقضه، این گپ ناممکنه. ببینید یعنی کسی که ملتی که رهبرش اینی رقم است، او آینده داره آینده مرچ سرخ. اون موشیدایان که میگه اسرائیل بعد از جنگ مثلا که در سالهای که در 2005 و به این طرف یک حصار مثلا دور و دور غزه کشید، آلیم بعد از جنگ میگن که یک حصار محکمه و دور و دور غزه حفظ میکنن، یعنی برپا میدارن. اشتباه قبلی را با اشتباه تازه چی میکنن؟ تکمیل میکنن. یعنی اون چیزی که
علیه اسرائیل انجام شد، او هم ممکن است با دو برابر قدرت اتفاق بیفتد. ما گفتیم که این حمله حماس حمله آخر نیست. خب یک لفاظی برای اشغال بلند مدت بازم همین نقطه است، یعنی نقش زندانبانی را بر عهده میگیره. مگر ممکن است؟ عملات 7 اکتبر نشان داد که وعده نتانیاهو که گفته بود ما مردم اسرائیل بدون از اینکه به صلح نیاز داشته باشند با طرف مقابل به سعادت میرسانم پوچ بود. در تصاویر دوربینای اما مثلا که از جنگجویان حماس در 7 اکتبر معلوم میشه که مهاجمای حماس همین جوانان وقتی که از مرز عبور کردن به طرف شهرکای یهودی نشین فریاد می زدن که این زمین ماست. خب به این ترتیب آیا کسی می تونه برای خود در این زمین سعادت و رفاه تعریف بکنه؟ نبی خیلی یک چیز بسیار عادی است، چطوری رهبرای اسرائیلی نمی فهمن؟ رهبر حماس 22 سال در زندان اسرائیل اونجا همیشه به مو که هم زنجیران خود در زندان میگفت که اسرائیل باید شکست بخوره. چرا؟ میگفت که تا ما خانواده ما از غزه دوباره بیایه و شهر المجدل، همین اشکلون که فعلی است نامش هم تغییر دادن، 22 سال سرش فکر کرده. خب قانون فیزیک است، هر عمل عکس العمل داره. آل اسرائیل درک کرده که حتی پذیرش حقوق فلسطینیا هرچند بسیار بسیار دیر مدت برای اسرائیل امنیت پایدار به ارمغان نمی آورد. اینی درک نو است. از همینجا اینا بسیار دلخور و سرخورده شدن. در سالهای پیش از حمله 7 اکتبر حماس تلاش نتانیاهو چی بود؟ که نهادهای دموکراتیک ضعیف بکنه، تبدیل به دیکتاتوری مذهبی بکنه و شیوه یهود جامعه اسرائیل پاره پاره کرد. تا پیش از جنگ چقدر تظاهرات بود علیه نتانیاهو. خب اما گذشته از دیگه پا، اونا همیشون در برابر فلسطین یکی هستند، کسی در برابر فلسطین تفاوت نداره. حال وقتی که نتانیاهو میگوییم یعنی کل اسرائیل، همان گونه که اسرائیلیا همه غزه را حماس میگویند. بعید است که اسرائیل گفتگوی جدی برای حل و فصل با فلسطینی‌ها را بپذیره. یعنی همیشه شمشیر در دستش باشه، شبان با شمشیر بخوابه، روز با شمشیر کار بکنه و غذا بخوره. با یقین به اینکه طرف مقابلم شمشیر داره. پس این زندگی است؟ نه، این زندگی نیست، کنم چیز دیگه است. حالی چی شده؟ در این سالا افکار عمومی اسرائیل بیشتر رادیکالیزه شده، راستگراتر شده. اونمو تعصب صهیونی که وجود داشت 3 برابر شده. در این طرف هم طرف عرب حماس 10 برابر شده. در اینجا باید تاریخ به یک نتیجه منطقی خود نشان بده. این 7 اکتبر آغاز یک دوران تاریک در تاریخ کشور است. این حمله نه یک رویداد مثلا یک بار مصرف، بلکه نشانه از چیزی است که در آینده هم خواهد آمد. کل دغدغه اسرائیل دینمی است. خب در پیشنویس توافق اسلو در سال 1993، یعنی 11 سال پیش فکر بکنم، 11 سال پیش، یعنی سازشنامه بود بین اسرائیل و فلسطینی که امضا شد، اما اسلو. خب اسرائیلی ها خودشان چی میگن؟ میگن ما با اونا ماه و ستاره ها را پیشنهاد کردیم، اما در عوض مهاجمان انتحاری
با موشکهایشان به سراغ ما آمد. مگم سازشنامه اسلو تشکیل یک دولت موازی فلسطینی در کنار اسرائیل وعده نداده بود؟ ماه و ستاره که پیشنهاد کرده بودین امو بود که زیر پای بکنینش و بعدا بیاین یک زندان روبازه به نام غزه درست بکنین و کرانه باختری را حکومت خودگردان یک حکومت که مثلا در حال مرگ از همیشه بخور نمیر زندگی میکنه. این یک دروغ همه زمانی و همه مکانی است. به خاطر نتیجه چی بود؟ برعکس بود. چیزی که دیده شد عکس حرکت بود. کلید موفقیت نتانیاهو در اون وقت بسیار خوشحال بود. میزد خدا ایسو میزد یکی اختلاف بینداز حکومت بین حماس و بین حکومت خودگردان. در کرانه باختری نتانیاهو همکاری های امنیتی با حکومت محمود عباس حفظ کرد. یعنی تحت قیمومیتش است. حکومتی که به عنوان یک پیمانکار فرعی برای پلیس و خدمات اجتماعی اسرائیل عمل میکنه، نه چیزی بالاتر از او. خب مگر چی کرد؟ نتانیاهو قطر را تشویق کرد که باز ماهانه بر دولت حماس پشتیبانی مالی بکنه که ای در برابر از ای همیشه به عنوان یک بدیل باشه. یعنی دو محور فلسطینی را نگاه کرد که هر کدام هر وقت که ضرورت شود ای را در برابر ای و دومی را در برابر اولی استفاده بکنه. یعنی چیزی به نام تشکیل دولت مستقل فلسطینی که در پیمان اسلو پیش بینی شده بود هیچ محقق نشد. این کار کی بود؟ آلک وقتی که حماس اینا را از درون زده و این زدن زخم بسیار ناسوری داره که هرگز التیام نخواهد یافت، اینا را به این صرافت انداخته که چطور میشه بعد از این. نتانیاهو در 2019 در مجمع ایزبی خود گفت که هر کسی با دولت فلسطین مخالف است باید از کمک های مالی به غزه حمایت کنند. خب مخالفت از او باز چی بود؟ مخالفت محمود عباس او اصلا مخالف نیست. میگه وقتی که میخوایم با او مخالفت کنیم ضعیف بسازنش، به حماس کمک کنین، به غزه کمک کنین، چرا که حفظ شکاف بین سازمان آزادی بخش فلسطین در کرانه باختری و حماس در غزه از تأسیس یک دولت فلسطینی چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. بسیار ارزان تمام میشه جلوگیری از تشکیل حکومت فلسطینی. آمدند تمام زمین های فلسطین گرفتند، اما از تشکیل حکومت خودشان در کنار خودشان که امورم پذیرفتن از مجبوری جلوگیری میکنن. خب این جنگ باید میامد، یعنی امروز اگر نیامد فردا میامد، حتی دیر آمده. خب با معاصره دریایی و اقتصادی که اینا در پیش گرفتن همین غزه را، سامانهای دفاعی جدید، استقرار موشک در مرز، عملات نظامی گاو به گاو که میزدن و کسنگ میزدن، یک مرمیک میزد اینا مردای خود جوانای فلسطینی تون تون میدویدن و میبردن زیر خاک میکردن. خب این تاکتیک آخری یک تاکتیک دیگه داشتن به نام زدن علف های هرز. یعنی هر وقت خواستی علف که میرسه بیرقم چیز علف های ارزه، هر از چندگاه اگر خودشان تو را وادار نکنه تو باید بزنی و علفه. اینی سیاست در غزه سالهای سال به عنوان دکترین امنیتی اسرائیل تطبیق شد. ما شما به عنوان آدمایی که به اصطلاح بی‌طرفانه قضاوت بکنیم چون این چیزی مگر میتونست آینده ای داشته باشه؟ حال خواهنده خواه نیست خلاص شد. از ابتدا چرا خود از اینا نفهمیدن؟ برای ساختن شهرهای مقبول زیبا یک تمدن غربی فکرشان کار میکرد، در این قسمت فکرشان کار نمیکرد. اسرائیل یک نقطه ضعفی داره که در مغزش است.
خب در شلوغی بهار عربی ساختگی که امریکایی‌ها طرح کردن در مصر و در سوریه و در لیبیا و هو، موضوع فلسطین بیخی فراموش شد. کمرنج عملات تروریستی در اسرائیل بیخی گم شد. اما عملات تروریستی فلسطینی که اینا ورته ایچ. اسرائیل باز بعد از او دیگه نیاز چندانی بر رویارویی با فلسطینی ها نداشت. نکته خواه اینا کارشان تمام شد. وقتی که ما سرزمین های دیگی را چپه کردیم و صدام از بین رفت و قذافی از بین رفت و حسنی مبارک و یا خلاص هستن. حالا اسرائیلی ها به جای نگرانی از وضع حل ناشده چی کردن؟ بر رویاهای بر وصلا رسیدن بر رویاهای غربی، یعنی رفاه غربی، در رفاه و آرامش در سطح کشورهای غرب تمرکز کردن. فکر کردن که همه چیز تمام شد، اما همه چیز سر جایش بود. از جنوری 2010 تا دسامبر 2022، 12 سال، بهای املاک یعنی خرید و فروش خانه و جایداد در اسرائیل دو برابر شد. یعنی کشور به اصطلاح بهشت موعود. آسمان شهر تل اویو به آپارتمان های بلند قامت به اصطلاح لبخند میزد. خب تولید ناخالص داخلی اسرائیل بیش از 60% رشد کرد. شرکت های انرژی، سرمایه گذاری در میادین گازی آبای ساحلی اسرائیل خیلی زیاد شد. خب به این ترتیب تو فکر می شد که اسرائیل از فلسطینی ها مکمل بدون قربانی و بدون کدام ریسک و خطر از فلسطینی ها عبور کرده است. هیچ چیزی. خب ظاهرا اسرائیلی ها موفق شدن هم کیک بخورن و هم باقی مانده کیک هم بر خود نگه کنن. خب راهکار دو دولت که در پیمان اسلو فیصله شده بود و جمع کردن شهرک های اسرائیلی و از این قبیل گپا کاملا فراموش شد. تشدید به اصطلاح شهرک های شهرک های یهودی نشین، یعنی کاملا همه چیز برهم زد دیگه، هیچ چیز اینا رو متوقف نمی کرد. شهرک پشت شهرک، نفر رو بکش اسرائیل فلسطینی رو بزن که شهرک جور بکن. ترامپ که آمد سفارت امریکا را از تل اویو برد به اورشلیم، خب و مثلا انضمام بلندی های جولان اشغالی را هم تایید کرد، گفت که هم از شماست کس چیز کرده نمیتونم. هواپیماهای پر از مقامات اسرائیلی، فرماندهان نظامی و گردشگران به هتل های شیک و مجلل شیخ نشین های خلیج فارس و بازارهای مراکش و سرازیر میشه. یک عصر آغاز شده بود که عصر گذشته را در خود دفن کرده بود، کاملا همه چیز پایان یافته انگاشته میشد. اسرائیل به عنوان یک دولت ملتی، ملت یهودی تعریف شد که یهودیا حق ویژه، یعنی یک حق متمایز برای تعیین سرنوشت در قلمه روشان داشتن. همه چیز بتر گل می گفتن و به اصطلاح مردم ما و شما گل می شنیدن. افراطیون مذهبی از نتانیاهو می خواستن که شهرکای یهودی را بیشتر گسترش بده. دوم به اصطلاح حضور پررنگ یهودیان در شهر قدیمی اورشلیم در زیارتگاه یهودیان و در مسجد الاقصی، این طرف او بود کاملا پوشش عمومی پیدا بکنن. بعد از 1967 و فلسطینیا یک نوع نیمه خودمختاری در این اماکن اطراف مسجد الاقصی داده شده بود. خب در اون وقت متوجه بودن که خارج کردن ای اماکن از اختیار عرب ها باعث بروز یک جنگ مذهبی فاجعه بار میشه، اما حالا دیگه طوری بود میگه بکشی یا خلاص است. گفته
مردم کام بیخ خود گم کرده بودند. در 2022 نتانیاهو اسموتریچ بنگویر با همکاری احزاب فوق افراطی یهودی طرح را دادند بر یک حاکمیت خودکامی مذهبی. و چی بود؟ یک چی بود که مردم یهود حق انحصاری و غیر قابل واگذاری را در تمامی سرزمین ها دارند، در زمین های اسرائیل. هر گونه حق سرزمینی برای فلسطینیا نفیه، خلاص. حتی در غزه اسموتریچ وزیر دارایی و مسئول کرانه باختری شد. آلی اسموتریچ عضو کابینه جنگ است، جایی که در اونجا در کرانه باختری برنامه گسترده برای شرق نشینی یهودی شروع شد. خب شما ما چی برای شما قصه دارم؟ داستان چی رو میگم؟ این داستان، این جنگ باید مدت ها پیش صورت میگرفت. چیز غمانگیزی را ما برای شما روایت میکنم که این را مهمترین نویسنده اسرائیل نوشته. نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل لاف زد، گفت ما باور ما است که ما در آستانه یک پیشرفت چشمگیر هستیم، یک صلح تاریخی با عربستان. با فلسطین جور نامد، این سرکوب کرده، مکمل تمام شاهرگای زندگیش بند کرده، حالا میره یک صلح تاریخی با عربستان. او چیزی که ترامپ جور کرده بود، پیمان ابراهیم، او فکر میکرد که تاریخی صلح تاریخی اگر با عربستان نداشته باشی چی؟ عربستان با تو کدام مزاحم نبود، او کدام قدرتی هم نیست، او خودش یک عامل نیابتی سرمایداران امریکاست. از او چی ترس؟ نه، یعنی که ما میخوایم که کل همه چیز کار تمام بسازیم دیگه، هیچ کدام مخالفت علیه اسرائیل نباشه. خب دمو ملل متحد چی میگه؟ میگه ما هرگز نباید به فلسطین در توافقات صلح بین اسرائیل و کشورهای عربی که شروع کرده بودن، هر کدامش از سر کل یکی دیگه بالا میرفتن که ما بریم عادی سازی روابط بکنیم با اسرائیل. وقتی کی را دید؟ نتانیاهو گفت که خویی ترکیه است، ما هرکس به فلسطینی حق ویتو نمیدیم. که اینا بگوین چرا چطور؟ نه نه، به خاطر از اینکه فلسطینی تنها 2% در جهان عرب هستن، 98% جهان عرب خب با ما هستن، عادی سازی روابط هم میکنن. یعنی به اصطلاح ما اصل نتانیاهو بود، اما چی؟ یک ماه پیش از حمله حماس، اما 2 هفته پیش، 2 هفته بعد حمله کرد. حمله شد، برنامه نتانیاهو فرو پاشید. تا می لحظه ای که صحبت میکنیم دیگه، حال سرنوشت، بحث بر سر سرنوشت خودش است. خب به این ترتیب آیا اسرائیل به چهره قبل از 7 اکتبر خود برخواهد گشت؟ این سوال باشد، من جوابش را در برنامه بعدی میدم.